رساله پولس رسول با غلاطیان غلاطیان فصل اول از طرف پولس رسول که رسالت خود را نه از جانب انسان و نه به وسیله کسی به دست آورد بلکه از طرف عیسی مسیح و خدای پدر که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید رسول شده است تمام برادرانی که با من هستند به کلیساهای غلاطیه سلام می رسانند. از طرف خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند ما فیض و سلامتی به شما باد. همان عیسی که جان خود را برای گناهان ما داد تا مطابق اراده پدر ما خدا ما را از این زمانه شریر برهاند. خدا را تا به ابد جلال باد. آمین. من از این تعجب می کنم که شما به این زودی از آن کسی که شما را به فیض مسیح دعوت کرده است رویگردان شده اید و اکنون از انجیل دیگری پیروی می کنید، در صورتی که انجیل دیگری وجود ندارد. اما عده‌ای هستند که می خواهند شما را پریشان سازند و انجیل مسیح را تحریف نمایند. حتی اگر ما یا فرشته از آسمان انجیل غیر از آن چه ما اعلام کردیم بیاورد، بر او لعنت باد. چنان که قبلا گفته بودم باز هم تکرار میکنم، هر کسی که انجیل غیر از آن چه پذیرفتید بیاورد، بر او لعنت باد. آیا این سخن میرساند که من رضایت آدمیان را میخواهم؟ نه خیر، من فقط رضایت خدا را می خواهم. و آیا قصدم خوشنود ساختن مردم است؟ اگر تا کنون قصدم این می بود، خادم مسیح نمی بودم. ای برادران، می خواهم بدانید انجیلی که من به شما دادم ساخته و پرداخته دست انسان نیست. من آن را از کسی نگرفتم و کسی هم آن را به من نیاموخت، بلکه عیسی مسیح به وسیله الهام آن را به من آشکار ساخت. سرگذشت و اعمال سابق مرا در دین یهود شنیدید که چگونه با بی‌رحمی به کلیسای خدا آزار می رسانیدم و در نابود ساختن آن می کوشیدم و در رعایت دیانت یهود از تمام یهودیان همسن خود پیشی می گرفتم و خیلی بیشتر از آنها در اجرای تعلیمات نیاکان خود متعصب بودم. اما وقت خدا که مرا پیش از تولد برگزیده و به وسیله فیض خود مرا دعوت کرده بود، صلاح دانست که پسر خود را در من ظاهر سازد تا بشارت او را به مردم غیر یهود برسانم، به عوض این که با کسی مشورت کنم یا به اورشلیم نزد آنانی که پیش از من رسول بودند بروم، فوراً به عربستان رفتم و بعد به دمشق بازگشتم. بعد از 3 سال به اورشلیم برگشتم تا با پتروس آشنا شوم و مدت 15 روز نزد او ماندم. هیچ رسول دیگری را جز یعقوب برادر خداوند ندیدم. آنچه به شما می نویسم عین حقیقت است و خدا شاهد است که دروغ نمی گویم. بعدن به نواحی سوریه و قلیقیه رفتم و کلیساهای مسیح در یهودیه مرا شخصا نمی شناختند، فقط می شنیدند که آن کسی که به ما آزار می رسانید اکنون همان ایمان را بشارت می دهد که زمانی می کوشید آن را از بین ببرد و خدا را به خاطر من سپاس می گفتند.